خب در حضور دکتر محسن میلانی استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده امور بین الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی هستیم. دکتر میلانی به تازگی در نشستی در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی از سیاست‌های ایران در آمریکای لاتین با عنوان محور اتحاد یا متحدانی استراتژیک ارائه کرد که بررسی روابط ایران و ونزوئلا در کانون اون قرار داره. آقای میلانی به شما درود می‌فرستیم، به برنامه تفسیر خبر خوش آمدید. منم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون عرض سلام و ادب میکنم. آقای میلانی اگه اجازه بدید ابتدا با این خبر روز آغاز بکنیم گفتگومون رو که مدیر کل آژانس هم آقای البرادعی دیروز از به بن‌بست رسیدن همکاری ایران با آژانس شکایت کرد بود. بخش از صحبت آقای البرادعی رو گوش کنیم. It is now well over a year since the agency was last able to engage Iran in discussions about these outstanding issues. We have effectively reached a dead end unless Iran engages fully with us. آقای میلانی ابتدا اجازه بدید واکنش شما را به خبر قطعنامه آژانس جویا بشم، به ویژه با توجه به اینکه موضع برزیل بر شکل موضع ممتنع بود و اینکه اقدام کم سابقه سعی چند سال گذشته در آژانس و احتمال صدور قطعنامه در شورای امنیت رو هم تقویت کرده. حالا من خیلی متعجب نیستم از حرفی که آقای البرادعی زده. ایشون قراره در این دو هفته آینده از کارشون استعفا بده و اعلام کردن که یک سری از سوالهایی رو که در رابطه با مسائل اتمی ایران از ایران کردن جمهوری اسلامی به اونها جواب نداده و به خاطر همین داره روی ایران فشار میاره تا اینکه قبل از اینکه ایشون از شغل خودش استعفا بده یا کنار گذاشته بشه بتونه مسئله دوسیه اتمی ایران رو حل بکنه. آقای میلانی اجازه بدید نگاه سریع به اهمیت سفر سه روزه آقای احمدی نژاد به برزیل، بولیویا و ونزوئلا داشته باشیم. اگر تصویر گرافیکمون داشته باشیم، همونطور که می‌دونید آقای احمدی نژاد در رأس یک هیئت 200 نفره تجاری و اقتصادی وارد برزیل شده بود. امید هست که روابط دو کشور از سطح 2 میلیارد دلار در واقع در سال روابط تجاری به 10 میلیارد دلار برسه. 8 قرارداد همکاری در بخش علوم و فناوری و کشاورزی و صنعت به امضا رسید. نکته‌ای که مهم هست این که همونطور که اشاره شد برزیل عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، عضو هیئت مدیره است. قراره که سال 2010 طور که اشاره شد در واقع عضو غیر دائم شورای امنیت بشه و تلاش میکنه که عضو دائم بشه. در این حال صحبت روابط نفتی هست بین ایران و برزیل، روابطی که میتونه در آینده هم ارتقا پیدا بکنه. روابط هسته‌ای، میدونیم که برزیل که از تولید کنندگان بزرگ اورانیوم غنی شده هست در جهان و طبیعتاً بحثی مطرح شده بود در ارتباط با اینکه سفر آقای احمدی نژاد مسائلی رو در ارتباط با مشروعیت بخشیدن به دولت آقای احمدی نژاد پس از انتخابات به دنبال داره. شما در مجموع این سفرها رو موافقت آمیز ارزیابی می‌کنید، سفر آقای احمدی نژاد رو به برزیل؟ والا برای دولت آقای احمدی نژاد بله موافقت آمیز بوده، به خاطر اینکه برنامه‌ای که جمهوری اسلامی از سالیان قبل، یعنی نه از زمان آقای احمدی نژاد، از زمان آقای خاتمی به وجود آورده، این بوده که دایره نفوذ خودش رو تو آمریکای لاتین گسترش بده و من به نظرم با رابطه نزدیکی که با برزیل که مهمترین و پرقدرت‌ترین کشور آمریکای لاتین به وجود آورده میتونه این دایره نفوذ خودش رو زیادتر بکنه در منطقه آمریکای لاتین. و در ضمن در نظر داشته باشید که از لحاظ سیاست‌های بین‌المللی ایران موضع‌هایی که دولت آقای دی سیلویا گرفته از خیلی از جهات نزدیک سیاست‌هایی که ایران گرفته. بنابراین اگر از دیدگاه جمهوری اسلامی نگاه کنید به نظر من سفر بله موفقیت‌آمیز برای آقای احمدی نژاد بوده. آقای میلانی شما در گزارش خودتون به کنگره به نکاتی اشاره میکنید. دوست دارم یک مرور خیلی سریع هم به سفر به بولیوی داشته باشیم، سفری که آقای احمدی نژاد به بولیوی داشت. در این فاصله سفر 5 روزه‌اش با ایوو مورالس ملاقاتی داشت، سفر اول ایشون هم نیستش، روابط نسبتا نزدیک بین این دو رهبر هم وجود داره. نکته جالب توافق بود بر سر اکتشاف و در واقع یاری دادن به بولیوی برای اکتشاف منابع لیتیوم که در ساخت باتری ها استفاده میشه و همچنین تلاش برای راه اندازی کارخانه شیر و یک مجموعه از در واقع یک شبکه تلویزیونی. بعد به سفر به ونزوئلا هم خیلی بتونیم سریع اگر نگاهی بیندازیم. در سفر ونزوئلا که چهارمین سفر آقای احمدی نژاد بود به
در واقع این کشور نکته جالب در شکل رابطه بسیار عمیق و ظاهرا نزدیک بین دو رهبر هست، آقای هوگو چاوز و آقای احمدی نژاد، و باز ونزوئلا عضو هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که اشاره کردیم رأی منفی داد به قطعنامه که امروز تصویب شد. در واقع تعهد کرده ونزوئلا که چیز حدود 20,000 بشکه در روز بنزین در اختیار ایران قرار بده به دنبال راه اندازی یک برنامه هسته‌ای هست در کشور خودش. امیدواره که بتونه از شاید ایران هم کمک‌هایی بگیره و همطور روابط بانکی که بین دو کشور، بین ونزوئلا و ایران برقرار شده و رو به گسترش هست، و همچنین می‌دونید خط هوایی که بین ایران و ونزوئلا است، بین تهران و کاراکاس، که بسیار اعتقاد دارن که این خط هوایی شرایطی رو ایجاد کرده که بسیاری نمیدونن مسافران این خط هوایی چه کسانی هستن. نکته‌ای که من میخوام اشاره بکنم، شما در گزارشتون هم در کنگره برای این نکته انگشت می‌ذارین که جزئیات توافق‌های ایران با کشورهای آمریکای لاتین منتشر نمیشه. شما اشاره کردید که این سفر آقای احمدی نژاد موفقیت‌آمیز بوده. علت چیست که چرا جزئیات این توافق‌ها در دسترس رسانه‌ها قرار نمی‌گیره؟ والا دلیلش به خاطر، فکر میکنم اینو از جمهوری اسلامی باید بپرسید. من نکته ای که در گزارش خودم مطرح کردم اینه که در آمریکا رابطه بین ایران و ونزوئلا رو به عنوان یک خطر عمده برای دولت آمریکا خیلی ها نگاه میکنن. من در این گزارش سعی کردم این نکته اشاره بکنم که با اینکه در حدود 200 تا موافقت بین دو کشور انجام شده و ما در رابطه با این گزارش ها نمیدونیم مقداری زیادیش، و این مقدارش هم باید، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو باید محکوم کرد که جزئیات این گزارش ها رو نمیده، ولی وقتی که کل رابطه رو نگاه میکنید متوجه میشید که از لحاظ اقتصادی این رابطه خیلی مهمی نیست. اهمیت رابطه‌ای که ایران با ونزوئلا پیدا کرده به نظر من رابطه سیاسی که بین این دوتا به وجود اومده. از لحاظ اقتصادی برزیل خیلی مهمتره برای ایران، و رابطه‌ای هم که ایران داره با برزیل درست میکنه خیلی مهمتر خواهد بود. ولی از لحاظ سیاسی امروز آقای شاوز به عنوان مهمترین طرفدار ایران در آمریکای لاتین به وجود اومده، و ایران داره از آقای شاوز استفاده میکنه که با کشورهای دیگه آمریکای لاتین هم رابطه اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی خیلی خوبی رو به وجود بیاره. آقای دکتر میلانی، این همونطور که اشاره کردی سوابق روابط دو کشور در ارتباط با برزیل، ونزوئلا و دیگر کشورها به همین چند سال اخیر بر نمیگرده. نخستین دیدار رهبر ایران از برزیل به 44 سال پیش، سفر محمدرضاشاه پهلوی، باز میگرده. رسانه ها نوشتن که جمهوری اسلامی در حیات پشتی آمریکا چه میخواد. آقای احمدی نژاد، فکر میکنید از گسترش روابطش با این هشتمین اقتصاد بزرگ جهان برزیل، که چهارمین دموکراسی بزرگ خاکی کره، در واقع خاکی هم ازش نام برده شده، مشخصا میخوام در ارتباط با برزیل این نکته رو با شما در میون بذارم، از شما نظر شما رو جویا بشم. مسلما مسئله اقتصادی مسئله مهمیه، ولی به نظر من اهداف ایران بیشتر از مسائل اقتصادیه. مهمترین خواست ایران اینه که با کمک برزیل که مهمترین کشور آمریکای لاتینه بتونه از ایزوله شدن خودش کم بکنه و بتونه یه مقداری فشار به آمریکا بیاره، و با کمک برزیل و ونزوئلا و کشورهای دیگه بتونه یک مقداری تحریم‌های اقتصادی رو که آمریکا علیه ایران کرده رو تضعیف بکنه. در نظر داشته باشید که برزیل از لحاظ برنامه‌های اتمی خودش از ایران خیلی جلوتره، و راهی رو که امروز جمهوری اسلامی داره میره سالیان قبل برزیل رفته، و به خاطر همین اهمیت برزیل برای ایران و برای آمریکا خیلی خیلی بیشتر از مسائل رابطه ایران و ونزوئلا هست. به خاطر آقای شاوز و آقای احمدی نژاد بیشتر دارن روی مسئله رابطه ایران و ونزوئلا خبرنگارها صحبت میکنن، ولی به نظر من اهمیت مهمترین کشور برای ایران در آمریکای لاتین برزیل و شخص رئیس جمهور برزیل. آقای میلانی، لولا دا سیلوا که اشاره کردید به هر شخصیت مهمی هست در هدف رهبری ایران هست، تا یه دیدار با آقای احمدی نژاد گفت انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای راهی است که همطور که شما اشاره کردید کشورش پی گرفته، و گفت بر مبنای قانون اساسی اون کشور تولید جنگ افزار هسته‌ای ممنوع. بخش از صحبت‌های لولا دا سیلوا رو گوش کنیم.